مامان خیلی ما رو ترسوندی. مامان خوبی؟ نمیتونی اینجوری بذاری بری ثانیه خانم. حالا حالاها همدیگر رو اذیت میکنی. طاهر، طاهر. مامان تو خونم داد زدی گفتی طاهر، اینجام داری میگی طاهر، چی شده؟ مرد، گفت مرد، گفت بهت تسلیت میگم. ای بابا این چه حرفیه؟ چرا اینو میگی مامان؟ کی گفت؟ وداد گفت. میخوام بگم انشاءالله اون بمیره، گور به گورشه که با اون قد و قواره زیادن بعید نیست. مامان مگه همچین چیزی ممکنه؟ همش کارای وداده که صفته. اون بدبخت و بیچاره شده، چه ربطی به طاهر داره؟ مگه نمیدونی اون بیشرف کارش اینه که ما رو اذیت کنه؟ خوبه طاهر، حالش خوبه. خوبه خوبه، نگران نباش. تو یکم بخواب، دکتر گفت به هوش بیاد یه تست ازش میگیریم مامان، بعدش انشاءالله به سلامتی از اینجا میریم. من یه سر برم پیش دکتر. مراد عزیز دلم تو با من بیا. اومدم زن داداش، اومدم. مراد من دلم شور میزنه، از این ودات عوضی هیچ چیزی بعید نیست. شما برین یه نگاه بندازین، یه قایقی چیزی پیدا کنین برین دنبالش. وای نستین، زود باشین. باشه زن داداش، یالا. کجا میخواین برین؟ میریم پیش داداش طاهر، البته اگه برسیم. باشه منم باهاتون میام. باشه بریم. یالا تنابو باز کن، تو هم بیا. روشنش کن، منم بازش میکنم. چیکار میکنی بچه؟ وایسا ببینم، وایسین گفتم. با شما هم کجا میبرین قایقمو؟ ببینم ما را چند فروختین ها؟ پولی که از ما گرفتین کافی نبود؟ حرف مفت نزن. اون جمیل عوضی ما را فروخته، من مطمئنم. این که چطوری گول این بیشرف ها خورده اینو نمیفهمم. از من به تو نصیحت، اون کله پوکتو با این چیزا مشغول نکن. هرچی باشه زیاد وقت نداری، بی خودی هدرش نده. یقا بدن، بچه ها تو اتاق کاپیتان نیستن. بذار ببینم اینجان. اینجام نیستن. بگرد پیداشون کن دیگه احمق. مشخصه که بچه ها دست و پای این یارو رو باز کردن، این هم یه جایی اونا رو قایمشون کرده. برو بگرد پیداشون کن، واقعا آدم های کم عقل رو نمیتونم تحمل کنم. وداد، وداد تو رو خدا این کارو نکن، خواهش میکنم. هیچ وقت به این بیشرف التماس نکن نفس کاللی، هیچ وقت. اون نفس کاللی نیست، هیچ وقت هم نفس کاللی نمیشه. نفس کاللی شده. خفه شو، دهنتو ببند. مردی که بازن من درست حرف زن. من فکر میکردم یکم عقل داری طاهر، ولی میبینم که حتی یه ذره عقل نداری. یعنی این هول دادن و اینجور چیزا، مثل اینکه تو متوجه وضعیت نیستی، خودتو خیلی مسخره میکنی. حتی اگه دشمن من باشی نمیخوام اینقدر مضحک ببینمت. چند دقیقه دیگه میمیری، ببین داری چی کار میکنی. تو نمیتونی تصمیم بگیری من کی میمیرم، اینو فقط خدا میدونه. نه یه دقیقه دیر، نه یه دقیقه زودتر. میفهمم، برای اعتقاداتت احترام قائلم، ولی واقعیت هم هستن طاهر. مثلا تو دستم یه اسلحه دارم که میگه قدرت تو دست منه. بداد تو رو خدا، خواهش میکنم. نفس گفتم التماس نکن، اگه یه بار دیگه بشنوم میونمون به هم میخوره. فکر کنم این لطیفه ها واقعیت دارن، همشون اتفاق افتادن. شما کار دنیزی ها واقعا منو میکشین، اما از شدت خنده. وداد یا
داداش طاهر، من باهات قهر نیستم، هیچ وقتم قهر نبودم، نمیتونم باهات قهر باشم. داداش طاهرت نمیتونه با ما بیاد پسرم، یه کاری براش پیش اومد، ولی ما با هم به سفرمون ادامه میدیم. تو این آقایونو تو آخرین سفرشون همراهی کن. یلا نفس، خودتو جمع جور کن، راهمون طولانیه. مامان، داداش طاهر کجا داره میره ها؟ به جایی که بهش تعلق داره پسرم، به جایی که بهش تعلق داره. نترس باشی. نفس. پس اون مردی که چرا اونجوری بهم گفت؟ ای بابا، تو ترابزون همه فهمیدن که اون مردی که چقدر دیوون است مامان. فقط تو نفهمیدی، یارو به شدت تحت تعقیب مثل یه موش ترسو یه جایی قایم شده، الان به فکر اینه که چجوری خودشو نجات بده. اینجوری فکر میکنی؟ آره، کاری هم نمیتونه بکنه، با خودش گفته چی کار کنم، کیو اذیت کنم، چون کارش همینه. فاتحه و مراد کجان؟ فرستادمشون دنبال طاهر که خیالت راحت بشه، چند لحظه بعد میان مامان جون. باشه. حالش خوبه آقای دکتر؟ میتونیم ببریمش؟ حالش خیلی خوبه، خدا شفاتون بده. خیلی ممنون. ممنون. ولی باید از استرس دور بمونین سانیه خانم. تا وقتی که این عروس باشه من چجوری از استرس دور بمونم؟ بازم بلا به دور باشه. جواب آزمایشو نمیدونم، ولی الان فهمیدم حالش خوبه. نیشو کنایه و اذیت کردن ادامه داره. نمیدونم کی میخوای دست برداری. من تو رو اذیت میکنم، تو منو اذیت نکنی من نمیکنم. آره ثانیه خانم، آره. انگار اون منم که تا آفتاب طلوع میکنه نیشو کنایه شروع میشه. چی گفتی؟ گفتم دیگه تموم شد و رفت ثانیه خانم. پاشو پاشو آماده شیم، لباساتو تنت کنم. پاشو دیگه. سب کن سب کن. آروم. سرت گیج نمیره مگه نه؟ نه. ماشالله ماشالله، اینجوری پیش بره تو منم میذاری توی قبر. آه قسمت دیگه. آدم حداقل یه خدا نکنه میگه مامان جو. من تو کار خدا دخالت نمی کنم. مصطفیم بیاد دونه دونه کاراتو براش تعریف میکنم دخترم. اوه جونتو نجات دادم، چی کار کردم مگه؟ حتما یه کاری کردی، یه چیزی پیدا میکنم. به خدا حالت خوب شده، بذار مصطفیم بیاد هزار برابرشو بگو، منم شاهد بگیر مامان جون. فقط کافیه مصطفیم بیاد. یواش.